یک از مباحث مهمی که مطرح میشه در جوامع مالتی کالتوریز و کثرت‌گرا بر این هسته چگونه ما میتونیم پرهیز داشته باشیم از اون پوپولیزمی که و به دنبال یک خرد جمعی باشیم برای آگاهی رسانی و همکنشی فرهنگی، هرچی باشه همزیستی مسالمت آمیز در جوامعی که در آن توتالیتاریزم نیست، تمامیت طلبی نیست و بیشتر میشه گفت به گونه ای پولیتیکلی کورکت هست و نزاکت سیاسی در آن رعایت میشه. به چگونه ما میتونیم دست به دست یکدیگر بدیم، از یکدیگر بیاموزیم و در این همکنشی فرهنگی، حالا دیپلماسی فرهنگی نامش رو بزنیم، گفتمان یا گفتگوی ادیان نامش رو بگذاریم، به چگونه ممکنیم از یکدیگر بیاموزیم. در حین اینی که مسائل اسلام شناسی رو در اندیشکده پاریس هود ما به دنبال آن بودیم که باز بکنیم، همینطور نیز آنچه که ایدئولوژی مصرف دنیای غرب رو آمده و تجلی به اون داده رو نیز باید از زیان و فایده اون در دنیایی که در حال حاضر کثرت‌گرا هست، در دنیایی که به هر حال به دنبال آن هستش که به طرف یک نانو تکنولوژی و AI و هوش مصنوعی بره، روابطی که بین جوامع، روابطی که بین افراد هستش، چه خانواده ها، چه مجتمعهای فرهنگی و غیره، از اهمیت خاصی برخوردار هست. من جمله یهودیان که خود رو مسیحی میخوانند و به عنوان میسیونری عمل میکنند، من به عنوان یک شخصی که دوستان و افرادی رو دارن که در کنار اونها ایوانجلیست ها هستن، مسلمین هستن و غیر اونها، به دنبال یک خرد جمعی هستیم به این گونه که چگونه از یکدیگر نه فقط میتونیم یاد بگیریم، بلکه با فرقایی همدیگه نیز آشنا باشیم. از این طریق استدلال هایی که یهودیت میاره در مقابله با تبلیغات تبشیری و همینطور اینی که آنچه که آنانی که میسیونر هستند که در اختیار اونها گذاشته میشه، به هر حال بتونن گروه هایی تشکیل بدن که یک همدیگر رو بتونن بیشتر بشناسن و در جهت آگاهی و انگیزه دهی به افراد و خانواده ها و جوامعی که به دنبال این همکنشی فرهنگی هستن، به دور از میسیونری، به دور از تبلیغ بدون فرقه گرایی. و نوکیشانی که امروزه به جمع از در غربی ها به مسلمین پیوستند، مسلمین لیبرال و از طرف دیگه میسیونری اوانگلیستی که سعی بر این دارن که افراد و جذب خودشون رو من جمله یهودیان رو، سازمان اندیشکده پارس یهود ایرانیان موفق بوده که بتونه یک آگاهی رسانی داشته باشه و در آنانی که به دنبال ریشه یابی فرهنگی و تمدن خودشون هستن، حالا چه از نظر یهودیت و اینی که تا چند اندازه این آگاهی رسانی میتونه مثمر ثمر باشه و اینی که در ازدواج هایی که مختلط هست تا چند اندازه هر دو میتونن از هر فرهنگ همدیگر بیشتر آشنا باشن و فرزندان بهتری رو بتونن با مشاوره ما در کنار کانون هماهنگی رهبران یهود بنا شده، با ذهنیتی پویا که بتونند میراث و تمدن پارس یهود و ایرانیان نه فقط به آن جلب شده و موجب آن شود که در این همکنشی فرهنگی رهبران در کنار یکدیگر قرار بگیرن و از یکدیگر بیاموزن و اینی که هر فردی بر این باشد که به دنبال فرهنگ غنی‌سازی اون باشه و اینی که تا چگونه میتونه تاثیرگذار باشه برای جامعه و رویه مثبتی رو بیانگاره، نه از روی تبلیغات، نه از روی اینی که به هر حال به دنبال آن باشه که
جوامع دیگر رو تحت تاثیر خودش از نظر میسیونری قرار بده، بلکه به دنبال آن باشه که تا چه اندازه میتونه جذب بکنه رفاه خانوادگی، بیمه های اجتماعی و کمک رسانی داشته باشه بدون هیچ به حال انگیزه ای برای تغییر مذهب. مهتاد رحمی، اندیشکده پاسداری ایرانیان.